سر خط خبر. آزمایش موفق داروی پیشگیری از کرونا. شرکت آمریکایی فایزر میگوید واکسنی ساخته که در بیش از 90% موارد مؤثر است. نزدیک به 460 قربانی کرونا در ایران در دومین روز پیاپی. در تهران محدودیت تردد شبانه از هفته بعد اجرا می شود. پایکوبی هواداران بایدن، دعای طرفداران ترامپ. چین و روسیه هنوز به نتیجه انتخابات آمریکا واکنشی نشان ندادند. و شطرنج بازان ایرانی در آستانه محرومیت جهانی به دلیل انصراف از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. یک شرکت داروسازی آمریکا از تهیه واکسن کرونا با 90% اثر بخشی خبر داده. شرکت فایزر و شریک آلمانیش بایونتک گفتند که نتایج اولیه آزمایش مرحله آخر این واکسن روی 43,500 نفر در 6 کشور هیچ عارضه جانبی جدی نشون نداده. قراره اونها طی هفته‌های آینده برای گرفتن مجوز اضطراری تولید این واکسن در آمریکا اقدام بکنند. فایزر امروز رو یک روز بزرگ برای علم و بشریت خونده. این شرکت گفته امیدواره طی کمتر از 2 ماه آینده 50 میلیون دوز و در طول سال آینده میلادی 1,300,000,000 دوز واکسن تولید کنه. بازارهای بورس به این خبر واکنش مثبت نشون دادند. همزمان چندین شرکت داروسازی دیگه در آمریکا و کشورهای دیگه از جمله بریتانیا مشغول آزمایش واکسن‌های خودشون برای کرونا هستند. دکتر مازیار اشرفیان بنا، پزشک و استاد دانشگاه از بریستول بریتانیا با ما هست. آقای دکتر، اول نظر شما رو بشنویم. چقدر فکر می‌کردید که تا این روز پیش‌بینی می‌کردید که یک شرکتی مثل فایزر بتونه نهایتاً به 90% برسه با توجه به اینکه شرکت‌های دیگه‌ای بودن که به نظر می‌رسید جلوتر از فایزرن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. البته انتظار داشتیم که حالا نه دقیقا امروز ولی در آینده بسیار نزدیک آزمایش‌های بسیار بزرگ یا تحقیقاتی که در سطح دنیا در سطح بسیار زیاد در جمعیت‌های بزرگ انجام میشه نتیجه بخش باشه و حالا به هر حال این خبر منتشر شد. البته این خبر کاملا اولیه است، منتظر هستیم که تا 2 هفته تا شاید 10 روز دیگه نتایج کامل این تحقیق منتشر شه. فعلا فقط در حد خبر بسیار خوب و خوشحال کننده ای بود که منتشر شده و امیدوارم که هر چه زودتر شاهد باشیم. چقدر به نظرتون وقتی به این مرحله رسیدیم چقدر طول خواهد کشید تا واکسن به بازارها برسه؟ ببینید الان شرایط در واقع پاندمی کووید 19 با مثلا مشکلات دیگه، بیماری‌های ویروسی دیگه کاملا متفاوته و تولید یه واکسن که بتونه بسیاری از مردم رو نجات بده خب به هر حال اون سیر طبیعی رو طی نکرده و طی نخواهد کرد. ببینید این واکسن باید 2 بار تزریق شه در فاصله 3 هفته و همونجور که فرمودی تا 90% ایمنی میده، ولی ما سوالای بسیار مهمی هست که هنوز جوابشو نداریم. اینکه اولا این واکسن وقتی ایمنی در بدن ایجاد میشه حالا در 90% مردم تا چه مدت دوام داره؟ آیا مردم دوباره نیاز دارن به تجدید واکسیناسیون یا نه؟ و کلا چون اطلاعات همه جدیده و آزمایش‌ها در مدت زمان محدود انجام شده هنوز اینو نمیدونیم. و بعد اینکه تاثیر این واکسن در گروه‌های سنی مختلف چقدره؟ آیا واقعا تاثیرش در یک فرد سالمند 70 ساله 75 ساله با یک جوان یکسانه یا نه؟ و بعد به هر حال مسئله این که آیا این واکسن جلوی بروز موارد سخت بیماری رو میگیره؟ یعنی اگر کسی واکسن زده باشه و به کووید مبتلا بشه
تخفیف پیدا میکنه نوع و شدت بیماری یا نه. اینا سوالاییه که هنوز جوابی براش نداریم و فقط زمان و تحقیقات ادامه دار میتونه نشون بده. همونطور که فرمودید شرکت های زیادی دارن کار میکنن و به احتمال بسیار زیاد در طول چند هفته آینده خیلی کوتاه اگر بتونید پاسخ بدید، برام این سوال هم بود که آیا شرکت های دیگه اگر فایزر به نتیجه برسه تحقیقاتشون رو متوقف خواهند کرد یا اونها هم ممکنه از واکسن های دیگه ای تولید بشه که متفاوت باشه با این؟ نه خیر، من فکر نمی کنم شرکت های دیگه کارشون رو متوقف کنن. به هر حال واکسن های مختلفی ساخته میشه و به مرحله آزمایش میرسن و حالا این واکسن اعلام شده که 90% مسئولیت ایجاد میکنه. ممکنه شرکت های دیگه مثلا دانشگاه آکسفورد بتونه واکسنی تولید کنه که به اصطلاح قدرت و مسئولیت بیشتری در واقع برای کسانی که واکسن میگیرن فراهم بکنه. اینه که تحقیقات و زمان به هر حال لازمه تا بهترین واکسن شناخته بشه و بعد من فکر میکنم در طول یکی دو سه سال آینده مثل بقیه بیماری های ویروسی و واکسن ها در واقع پروتکل بهترین پروتکل برای ساخت واکسن و استفادهش در دسترس همه خواهد. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناپا. در ایران هم به گفته وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 458 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن، یک نفر کمتر از رکورد دیروز. گزارش شده که ظرفیت پذیرش بسیاری از بیمارستان‌ها پر شده و جایی برای بیماران تازه نیست. بحران کرونا در ایران دولت رو مجبور کرده که از فردا در 25 شهر پر جمعیت محدودیت کسب و کار برقرار کنه. همچنین از هفته بعد در تهران محدودیت تردد شبانه برقرار میشه. کارشناسان میگن بعید محدودیت‌هایی که اصناف غیر ضروری رو مجبور به تعطیلی در ساعت 6 بعد از ظهر میکنه چندان موثر باشن. کسرا ناجی گذشت میده. در اهر در شمال شرق ایران اوضاع بحرانی است. تعداد خاکسپاری ها هر روز بیشتر می شود. افرادی عمدتاً بین 30 تا 55 سال. اینجا هم مثل خیلی دیگر از نقاط ایران کرونا بیداد می کند. به گزارش خبرگزاری مهر تنها در یکی از بیمارستان‌ها در بیمارستان باقرالعلوم در یک شیفت روز شنبه 4 نفر درگذشتند. این بیمارستان دیگر گنجایش پذیرش تمامی مراجعان را ندارد. بیماران کرونایی حالا به شهرهای دیگر فرستاده می‌شوند. اگر توجه کنید تخت‌های ما الان خالی شده، ولی این تخت‌های خالی همینجوری خالی نمی‌مونه. الان 2 تا مورد کرونای بدحال داریم که در شیفت شبکاری بستری خواهد شد و آمار رفته رفته افزایش پیدا میکنه. این نمودار فوتی های روزانه کرونا در کشور از هنگام شروع بحران تقریبا 9 ماه پیش. تنها در 24 ساعت گذشته 458 نفر درگذشتند. یک نفر کمتر از رکورد دیروز که 459 نفر بود. و این تازه بر اساس آمار رسمی است. آمار واقعی به اذعان مقام‌های ایران دست کم 2 تا 3 برابر این است. و این نمودار روزانه مبتلایان است که آن هم به صورتی نگران کننده در حال رشد است. طی 24 ساعت گذشته 10,463 نفر، رکوردی تازه. و دلیلی هم وجود ندارد که تصور شود که شیب این افزایش به زودی متوقف شود. در این شرایط است که دولت اعلام کرده است از فردا سه‌شنبه محدودیت‌های کسب و کار در 25 شهر پرجمعیت کشور برقرار می‌شود. بر اساس این تصمیم دولت کسب و کارهای غیر ضروری از ساعت 6 بعد ظهر باید تعطیل کنند. استاندار تهران هم گفته که از شنبه محدودیت‌های رفت و آمد شبانه از 9 شب به اجرا گذاشته خواهد شد. گفته شده بود که دولت می‌خواهد تهران را دست کم 2 هفته کاملا تعطیل کند، اگرچه این گزارش تکذیب شده است. گزارش شده است در بسیاری از شهرها بیمارستان‌ها پر است و معلوم نیست که محدودیت‌های تازه تا چه حد می‌تواند به بهبود اوضاع کمک کند. یکی از مسئولان شهر تهران گفته است این محدودیت‌ها بیشتر شبیه به شوخی است. مسئول قبرستان بزرگ بهشت زهرا هم گفته که میزان خاکسپاری ها طی 50 سال گذشته از هنگام تأسیس این قبرستان بی سابقه است. کسرانجی بی بی سی. در آمریکا 2 روز بعد از خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، آقای بایدن امروز ستاد ویژه‌ای رو برای مهار ویروس کرونا معرفی کرده. این ستاد که شامل دانشمندان و
کارشناسان بهداشت عمومی قرار سیاست دولت آقای بایدن برای مواجهه با بحران همه‌گیری کرونا رو تدوین کنه تا بلافاصله بعد از سوگند او در 20 ژانویه اجرای این طرح آغاز بشه. شنبه رکورد آمار مبتلایان جدید در آمریکا شکسته شد و به حدود 127 هزار نفر رسید. انتقاد از نحوه مدیریت بحران کرونا و دوران دونالد ترامپ پیام اصلی کارزار تبلیغاتی جو بایدن بود. هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. هادی، خبر رسیده که دولت آقای ترامپ هماهنگی‌های لازم رو برای انتقال دولت به جو بایدن انجام نمیده. چه خبر هست؟ یک اداره کوچکی هست در دولت که کارهای معمولاً در واقع پشت پرده، معمولاً در خیلی جلوی دید و در معرض خبرها نیستند، ولی هر 4 سال یک بار یا میشه گفت در واقع هر 8 سال یک بار به طور معمول که رئیس جمهور عوض میشه، این اداره خیلی نقش مهمی پیدا میکنه برای تشکیل گروهایی که گذار رئیس جمهور به رئیس جمهور رو راحت بکنن، به این ترتیب که از تیم رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور منتخب، افرادی معرفی میشن، در سازمانهای مختلف در واقع جاگیر میشن تا آماده تحویل گرفتن دولت باشن. و در این حال دولت قبلی هم شروع میکنه آدم‌های دولت جدید رو در جریان قرار بده، آخرین تحولات و اطلاعاتی که دارن رو در دستشون قرار بدن، اینطور که وقتی رئیس جمهور جدید تحلیف میکنه کار روی قلتک باشه براشون و بتونن فوری کار دولت رو در پی در واقع ادامه بدن. اما الان اینطور که میبینیم هنوز، همونطور که خود دونالد ترامپ هنوز به رسمیت نشناخته این پیروزی جو بایدن رو، دولت او و همطور کاخ سفید و مشخصا این اداره‌ای که داریم حرفشو میزنیم به رسمیت نشناختن و هنوز حاضر نشدن که تایید بکنن که نتیجه انتخابات به نفع جو بایدن رقم خورده. به این ترتیب هنوز هماهنگی برای گذار از دولت دونالد ترامپ به دولت جو بایدن شکل نگرفته، ولی جو بایدن و کامالا هریس در جانب خودشون شروع کردن کار رو و همونطور هم که در مقدمه گفتی با تشکیل این کارگروه ویژه، ستاد ویژه برای مهار ویروس کرونا شروع کردن که قراره وعده ها و برنامه های جو بایدن و کامالا هریس رو به شکل یک برنامه در بیاره، اینطور باشه که در واقع جزئیاتش معلوم باشه که از کجا شروع میکنند، برنامه تشویق به زدن ماسک، به اجرای محدودیت ها برای مهار ویروس کرونا، محدودیت‌های اجتماعی و همینطور در واقع اونطور که خود آقای بایدن میگه در پیش گرفتن توصیه‌های علمی. یکی از در واقع میشه گفت اصلی ترین پیام انتخاباتی جو بایدن در انتخاباتی که پیروز شد، حمله هاش به دونالد ترامپ بابت نحوه مدیریت دولت او در مبارزه با ویروس کرونا بود. حالی از طرف آقای ترامپ و اطرافیان او بارها شنیدیم که جمهوری خواهان پرسابقه کجا هستن که بیان حمایت بکنن، و از اون طرف به نظر میرسه دموکرات ها هم همین پیام رو دارن، جمهوری خواهان با سابقه کجا هستن که به آقای ترامپ بگند و از او بخوان که بپذیره شکست رو. چه شرایطی برای جمهوری خواهان پیش آمده الان؟ خب دشواره که یک نفر علیه حزب خودش و نامزد اون موضع بگیره. برای جمهوری خواهان دشواره که قبل از اینکه خود دونالد ترامپ در این مورد روشن بکنه موضعش رو و بپذیره که رأی نیاورده، اونها بخوان پیش دستی بکنن. ولی میشنویم ما از برخی مقام‌های جمهوری خواه که خیلی با دونالد ترامپ خوب نبودن و حتی علیه اون موضع میگرفتن، این رو در روزهای اول شنیدیم. دیروز هم که جورج بوش پسر، تنها رئیس جمهور سابق آمریکا که از حزب جمهوری خواه و زنده است، تماس گرفته بود با جو بایدن و کامالا هریس بهشون تبریک گفته بود و در این مورد پیامی هم منتشر کرد. اما از جمهوری خواهانی که الان بیشتر در واقع زیر سایه دونالد ترامپ خودشون رو میبینن، هنوز به نظر میرسه که اگر هم تلاشی میکنن برای اینکه زودتر نتیجه انتخابات نهایی بشه و نتیجه از طرف حزب جمهوری خواه هم به رسمیت شناخته بشه، از طرف نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ هم به رسمیت شناخته بشه، این تلاش ها اغلب به نظر میرسه پشت پرده باشه. گفتنیه که به هر حال در نظر داشته باشیم در بخصوص 2-3 سال اخیر حزب جمهوری خواه هر چه بیشتر حزب دونالد ترامپ شد، به خصوص با کنار رفتن چهرهای استخوان خرد کرده و قدیمی مثل جان مککین که درگذشت و بعضی سناتورهای
ارشد جمهوری خواه که کنارگیری کردن، در واقع دیگه تلاش نکردن برای انتخاب مجدد و از کنگره رفتن. الان دونالد ترامپ به هر حال مهمترین و قوی ترین چهره در حزب جمهوری خواه، ابزارهای قدرت داره. لینز گراهام، یک سناتوری که خیلی به دونالد ترامپ نزدیکه و از اون حمایت میکنه، سناتور جمهوری خواه، در مصاحبه ای گفته که جمهوری خواه به هر حال چاره ای جز این ندارن که پشت دونالد ترامپ بایستن، و اساسا اگر هم دونالد ترامپ راحت شکست رو بپذیره، اون وقت دیگه طرفداران حزب جمهوری خواه شاید در انتخابات های بعدی اعتماد نکنن که این حزب پای رأی اونها بایسته. این البته از این موضع هست که ادعای تقلب گستره که دونالد ترامپ مطرح کرده و ادعای اینکه نتیجه انتخابات هنوز نهایی نیست، با این فرض این حرف رو زده لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه. ممنونم از هادی هادی نیلی، همکارم از واشنگتن. در افغانستان، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، از دولت بعدی آمریکا خواسته در روند مذاکرات با گروه طالبان بازنگری کنه. آقای دانش با انتقاد از افزایش خشونت و همکاری نکردن طالبان در روند صلح گفته اکثر اعضای طالبان که از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شدند برخلاف تعهدشون به میدان‌های جنگ برگشتند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. لحظه‌ای در آمریکا که طرفداران خودش را در افغانستان هم دارد. از دید ارگ ریاست جمهوری افغانستان، این آمدن بهتر از رفتن ترامپ است و امید تغییرات تازه از سوی رهبری جدید. و امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت آمریکا از روند طی شده یک بازنگری و ارزیابی مجدد صورت بگیره و مشکلات موجود باید رفع شود. صدای جنگ در افغانستان به مراتب بلندتر از صدای صلح است. البته اگر نگوییم صدایی که فعلا خاموش است. طالبان به صورت گسترده‌ای از جمله در هلمند و قندهار حمله کردند. از دید دولت در بین حمله کنندگان آنهایی هستند که خود دولت آزادشان کرده. بر اساس توافق طالبان و دولت ترامپ، بیش از 6000 جنگجوی طالب آزاد شدند. و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار می‌دهند به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان. مردم حکومت افغانستان را مسئول می‌دانند به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدان‌های جنگ رفتند. طالبان اما می‌گویند آزاد شده‌ها پس از سالها زندان حالا استراحت می کنند، درس می خوانند و مداوا می شوند. همین 2-3 ماه پیش حکومت آقای غنی به انتقادها پاسخ می داد که از زندانی های طالبان امضا گرفتند که به میدان جنگ باز نگردند. حالا به اساس گفته های معاون آقای غنی به نظر می رسد که اعتمادشان به امضای دشمنشان چندان نتیجه نداشته. سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان در قطر روشن نیست. 2 ماه می شود خبر تازه از آنجا شنیدن نشده. هرچه خبر است در امریکاست. امریکای بعد از ترامپ که امتیاز زیادی به طالبان داده. حالا هر دو طرف جنگ افغانستان امیدوار و نگران هستند. دولت امیدوار است که تغییر بیاید و طالبان هم نگران هستند که تغییر بیاید. علی حسینی، بی بی سی، کابل. با هم نگاهی دوباره بکنیم به عناوین مهم خبری روز. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر میگوید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا ساخته که در بیش از 90% موارد مؤثر است. با افزایش شدید آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران، استانداری تهران اعلام کرده تردد شبانه در پایتخت از ساعت 21 شنبه ممنوع می شود. در ادامه این برنامه، شطرنج بازان ایران در آستانه محرومیت جهانی به دلیل انصراف از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی. رئیس جمهوری آذربایجان میگه حاضر به مذاکره با نخست وزیر ارمنستان نیست. الهام علیوف این رو در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی گفته بعد از اینکه ارتش جمهوری آذربایجان شهر شوشی رو در قره‌باغ از ارمنی ها پس گرفته. مهرداد فرهمند گزارش میده.
جشن و شادی مردم باکو برای بازپسگیری شهر شوشی یا شوشا. این پیروزی قله جنگی 40 روزه نمادی برای نزدیکی به پیروزی نهایی برشمرده می شود. ارمنی ها هم اذعان کرده بودند که شوشی را که از دست بدهند قره‌باغ از دست رفته است. عزیز هموطنان، عزیز باجلار و قرداشلار، روز بازپسگیری شوشی شاید بهترین روز در 17 سال حکمرانی الهام علیف بود. شوشا شهری اشغالدان آزاد ادیلدی. تشکرلر کوچیلی. رجب طیب اردوغان هم خود را در این پیروزی سهیم می داند که با پشتیبانی همه جانبه ترکیه امکان پذیر شد. ملتیم ادنا تبریک ادیورم. شوشی یا همان شیشه که آذربایجانی‌ها شوشا تلفظش می‌کنند، خان‌نشین قدیمی قره‌باغ است. در تاریخ ایران نامش همیشه با جنگ گره خورده. قتلگاه بنیانگذار دودمان قاجار است. اما در دوران حاکمیت روس‌ها از مراکز مهم فرهنگی قفقاز و نامش با موسیقی پیوند خورده بود. اینجا در خانکندی یا استپاناکرت، مرکز قره‌باغ، آنهایی که توان جنگ ندارند در پناهگاه سنگر گرفتند. شوشی به اینجا خیلی نزدیک است و شهر در آستانه سقوط. با دست بالای آذری‌ها در جنگ، الهام علیف به خبرنگار بی بی سی میگوید حاضر به مذاکره با نخست وزیر ارمنستان نیست. از او جز تسلیم نمیپذیرد. اگر خود پاشینیان و نه وزیر خارجش بگه که از سه شهرستان باقی مانده عقب نشینی میکنن و به ما برنامه زمان بندی شده بده، ما بلافاصله جنگ رو متوقف میکنیم. یعنی با عقب نشینی از سه شهرستان خارج از قره‌باغ موافقت کنن؟ دقیقاً. بعدش هم میریم سراغ بازگرداندن آواره های آذربایجانی به قره‌باغ. Do you accept that there is a danger now of a humanitarian catastrophe? قبول دارین که احتمال فاجعه بشری هست؟ شما دارین محاصره شون میکنین. سرنوشت غیر نظامی های داخل قره‌باغ چی میشه؟ We will take care of them. ما بهشون رسیدگی میکنیم بدون شک. همه چیز بهشون میرسونیم. غذا، آب، همه چیز. With water, with everything. ارمنی‌ها در وضعیت دشواری‌اند. از دست رفتن قره‌باغ یا آرتساخ برایشان بزرگترین مصیبت تاریخی 100 سال اخیر است. خود را بار دیگر هم قربانی ترک‌ها می‌بینند، هم دلشکسته از بدعهدی روسیه که در آغاز جنگ می‌پنداشتند به زودی به کمکشان می‌آید. اما هنوز نیامده. گویا اصلاً نمی‌خواهد بیاید. مرتضی فرهمند، بی بی سی. پلیس اتریش از بازداشت 10 نفر اسلامگرا در عملیاتی وسیع در پایتخت این کشور خبر داد. گفته شده که پلیس با یورش به 60 خانه در شهر وین 30 نفر مظنون به عضویت یا حمایت از اخوان المسلمین و گروه فلسطینی حماس را دستگیر کرده. هفته گذشته یک مهاجم اسلامگرا در وین با شلیک گلوله 4 نفر را کشت و بیش از 20 نفر را زخمی کرد. مقامات هم گفتند این بازداشت‌ها به آن حادثه ارتباطی ندارد. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری افغانستان چالش اخذ ویزای پاکستان در افغانستان رو یک مشکل امنیتی خوانده و گفته دولت طرحی برای مدیریت این روند تدارک دیده. او دیروز اعلام کرد که در کمتر از یک هفته آینده جزئیات این طرح با وزارت امور خارجه در میان گذاشته خواهد شد تا در اجرای آن با سفارت پاکستان هماهنگی شود. 3 هفته پیش ازدحام برای گرفتن ویزای پاکستان در شهر جلال آباد در ولایت شرقی ننگرهار باعث شد دست کم 11 زن زیر دست و پا جانشان را از دست بدن. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تصمیم ریاست جمهوری برای تخریب سینما پارک کابل واکنش نشان داده و خواستار بازنگری در این تصمیم شده. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که سینما پارک از میراث فرهنگی کشور است و باید شورای عالی فرهنگی در مورد آن تصمیم بگیرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری درباره تصمیم برای تخریب سینما پارک گفته به جای این سینما پارک یک مکان فرهنگی دیگر ساخت خواهد شد.
بعد از جودو، شطرنج ایران هم در آستانه محرومیت از مسابقه های بین المللی قرار گرفته. ناجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، میگه شطرنج ایران به دلیل تبعیض آشکار نسبت به اسرائیل در آستانه تعلیق قرار داره. در موارد متعدد شطرنج بازان ایرانی از حضور در مسابقات بین المللی کنار کشیدند تا با حریفان اسرائیلی روبرو نشن. جودو ایران هم به دلیل تفره رفتن ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی تعلیق شده. پوریا جعفری همکارم اینجا با ما هست. پوریا، چه اطلاعات بیشتری داریم راجع به این تهدیدی که الان صورت گرفته، نامه ظاهرا زده شده، در چه مرحله است؟ من صبح یک ایمیلی رو فرستادم به فدراسیون جهانی شطرنج و جوابی که دریافت کردم اینه که این روی دستورالعمل مجمع عمومی بعدی فدراسیون شطرنج که روز چهارم ماه بعد دسامبر هست، فکر میکنم میشه 15 آذر ماه، در جلسه مطرح خواهد شد. استدلالی که اونجا آوردن و دلیلی که این پرونده مطرح میشه اینه که یک سری از اعضای فدراسیون جهانی خیلی راغب هستن که فشارها رو زیاد بکنن برای اینکه شطرنج هم جزء ورزش‌های المپیکی بشه و از این به بعد توی رشته‌های شطرنج استاندارد، شطرنج نیمه سری و سری مدال‌های المپیکی داده بشه به کسایی که برنده میشن توی مسابقات بین‌المللی و میرسن به بازی‌های المپیک. و این حرکت ایران رو که با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه نمیدن رو یک خطر میبینن در جهت اون رویایی که دارن که به المپیک اضافه بشن. و عملا با این نامه تا چه اندازه ممکنه محرومیت تصویب بشه و چه تبعاتی برای شطرنج ایران میتونه داشته باشه؟ مدارک اونجاست. ما تو این سالهای گذشته تو اخبار خودمون بارها دیدیم که الان واقعا یه تیم ملی کامل ایران بیرون داره، هم در قسمت زنان هم در قسمت مردان، در شطرنج. از میترا حجازی پور، کاپیتان تیم ملی که دیگه مسابقه نمیده، سارا خدمشریه که کشید کنار، بازیکنایی که مثل پرهام مسعودی مسابقه دادن و چقدر بعد دردسر براشون درست شد، دورسا درخشانی که رفتش از ایران، و الان تصاویری هم که داریم می‌بینیم علیرضا فیروزجاست، بزرگترین یعنی بهترین نتایجی که تا به حال یک ایرانی در شطرنج جهان آورده علیرضا فیروزجاست که فقط 17 سال داره و خودش دیگه اصلا برای تیم ملی ایران مسابقه نمیده. فعلا توی این مسابقه ها داره زیر پرچم فدراسیون جهانی شرکت میکنه، مثل اینکه داره تبع فرانسه میشه. بنابراین انقدر ایران شطرنج باز از دست داده که همه مدارک اونجاست، ولی وقتی میرسه به رای گیری اعضا شاید فقط مسائل ورزشی یا حالا توی این مورد به خصوص شطرنج مطرح نباشه، مناسبات سیاسی دیگه ای هم مطرح باشه اونجا. در هر صورت یه چیزیه که توی دستورالعمل مجمع عمومی مطرح خواهد شد. ممنونم ازت پوریا جعفری، همکارم اینجا در استودیو، و ممنون از شما که همراه ما بودی. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.